خب برمیگردیم در این هوای بسیار خوب این هفته‌ای که داشتیم دیگه، از 95 به 104 خیلی خوب بود خانم. تابستانه، تابستان سر 12 ما در لس آنجلس داشتیم، یادتون باشه. آخه یادتون باشه که دو هفته پیش این خنک شد، یهو دوباره گرم خب شد. خب دیگه بالاخره اینه دیگه، گرمای زیاد. البته من دوست دارم خداوند شما رو دوست داره که بتونی به استخر ببری. بله بله، و من منتظر هستم که انشالله سرما برسه از رو. چرا؟ سرما رو بیشتر دوست دارم من، برعکس. ولی خب تو تابستون آدم چیز میشه، ما منتظریم که آدم چروک میشه. باور کنید تو تابستون نه فقط لباستون، خودتونم چروک میشید. بله هی بعد لباسه چیزی بپوشی اینا. وقتی که من رو میبینن همیشه من شدم سوال برای آقای امیر قاسمی که خانم مهربی لاس وگاس چی میشه، لاس وگاس چه خبره، امسال قراره چی کار بکنین؟ گفتم والا من بی خبرم، ولی 100% این سوال شما رو از آقای امیر قاسمی میپرسم جلوی دوربین که جواب شما رو بده که بدونین که باید چی کار بکنن. به زودی انشالله اعلام میکنیم برنامه لاس وگاس رو. یک بار دیگه با دوستان خواهیم بود در کریسمس امسال در لاس وگاس. و اینم سال گذشته ما نبودیم، خیلی جای ما رو خالی کردن، خودمونم یه تنفسی لازم داشتیم تا بریم ببینیم برنامه های دیگه به چه شکل و فرمیه. فکر کنم امسال وقتش هستش که دوباره ما برگردیم با یه فضای متفاوت و بتونیم اون استانداردی که لازم هستش رو معرفی کنیم و نشون بدیم. خب برای همینم امسال لاس وگاس کریسمس با شما خواهیم. مردم تو رو میشناسن، کار تو رو دیدن، کار گروه هایی که باشون کار میکنی رو دیدن، با اطمینان کامل تری میان و برنامه های متفاوت. من آنستی ندیدم تا حالا کسی از برنامه که شما گذاشتین ناراضی باشه. خدا شو تا در تمام برنامه شاید یه دفعش خودم آمدم تونستم بیام و دیدم که مردم چقدر راضی بودن. امیدوارم امسال بتونی بیای و من فکر کنم که خب این تجربه خیلی نقش مهمی بازی میکنه. و اینکه مسئله دیگه اینه که واقعیت هم وقتی شما به یه موقعیتی میرسی برای خیلی ها اسمشون اهمیتی نداره، چون امروز میان فردا هم نیستن. شما اگه نگاه بکنید دونه دونه این گروه ها رو در طی این سال ها، الان اگر از هم دیگه بپرسیم آقا این گروهی که میمدن بگودن لاس وگاس میذاریم اینجا اینجوری مثل کنسرتو، چی شدن اصلا، کجان، آیا مدیرانشون میدونین کجا، چه اتفاقی افتاده بهشون، چی کجا رفتن، برایشون مهم نبوده، اومدن یه کاری انجام دادن رفتن. گروه دیگری سال گذشته گروه آریا انترتینمنت بود، امسال این نیستن، یه سال اومدن این کار انجام دادن رفتن، باز ازشون خبری نیست. و خیلی های دیگه این کار انجام دادن که به این شکل و فرم این کار انجام بدن، یا اینکه اومدن نگاه کردن گفتن آقا بیا امسال انجام بدید. زمانی که اسم شما به یه موقعیتی میرسه که دیگه همه چشما به طرف شما هستش، کار آدمو مشکل تر میکنه. یعنی شما دیگه مسئله مالیش براتون میاد مسئله دومی. نمیخوام بگم نه ما این کار داریم میکنیم بخواب مسئله مالی یه چشم داشتیم ندیم، نه، کار ماست، بیزنس ماست، مثل یه پزشک که از شما چی بهش بگم ویزیت بگن دیگه، ویزیت بگیره تا شما رو ببینه، مثل یه مهندس که یه ساختمانی میسازه توقع داره، مثل یک مکانیک که ماشینتون رو نمیبرین پیشش باید یه پول پرداخت کنید، ولی یه کسی هستش که میاد وقت بیشتری میذاره رو اون ماشین، یکی هستش که وقت بیشتری میذاره روی اون مریض، یکی وقت بیشتری میذاره روی اون آرشیتکتی که وقت بیشتر میذاره برای طراحیش و نگاه میکنه. و هرچی اسم بزرگتر میشه این مسئولیتش بیشتر میشه. یاد فیلم چی میفتم؟ یاد فیلم اسپایدرمن میفتم، میگه with great power comes great responsibility، شما با قدرت زیاد تعهدتون بیشتر میشه. ما هم الان مسئلمون همون شده، ما تعهداتمون به مردم بیشتر شده. چرا؟ بخواد کسی که بخواد هر دقیقه میتونه بیاد و ببینه بیا آقا امیر قاسمی تو بودی. واسه همینم من نمیام اسم خودم رو به هیچ شکل و فرمی در خطر بندازم یا جپردایز کنم. همیشه گفتم
این موقعیت رو قطره قطره من جمع کردم. برای همینم اجازه نمیدم بهش که صد صد یه وقت از بین بره. و واقعیت هم هست این، حالا در هر برنامه که من توش یه نقشی یا سهمی داشته باشم دوست دارم، و خدا رو شکر دوستانی که با من همیشه همراه بودن این موقعیت رو برای من به وجود آوردن که اون شکل و فرمی که من میخوام، چه برنامه تلویزیونی باشه، چه در برنامه کنسرتی باشه یا لاس وگاس باشه یا هر جا باشه، اون شکل و فرمی که دوست داشتیم رو انجام بدیم. برای همینم این تعهدات خیلی مهمه و باید به اون تعهدات، وقتی یک کسی هستش که مردم میشناسن، منم سعی میکنم به اون بهترین شکل و فرم برنامه انجام بشه. اول برنامه مهمه و بعد انشالله باز دوباره جمله دیگه ای که میگن you build it they will come، شما بسازید اونها میان. و به این هم اصلا اعتقاد دارم من، شما کار خوب بکنید مردم هم شما رو تشویق کنن و استقبال. تو الان چند درصد هست که این برنامه؟ 100%. اوه این 100%ه. نه چون شده بود که یک بار صحبت کردیم و بعد شما منصف نه این 100% هستش و گفتید انجام نمیدید چون میخواید ببینید که چه خبر خواهد شد. میخواستم برم این دفعه نه این 100%. حالا با همکاری کسای دیگرش ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی 100% ما این کار رو انجام میدیم. پس یادتون نره برای امسال همه با عیرزا همه باسه من گروهی که من عیرزا من ندم گروه الان کیه من حس نمیبرم. من کارم فقط عیرویت بشه من... تو رو بیشتر من آره من کارم من جزوی از کسانی هستم که این برنامه رو کارگردانی میکنه. من جزو کارگردان این برنامه هستم، کسی هستم که این برنامه رو کارگردانی میکنه و این برنامه رو، این کشتی رو میرسونه به خشکی. کار من این هستش. ولی کسانی که این کار رو دارن انجام میدن اشخاص دیگه هستن، یه بخش مدیریت دیگه هستش و منم با اونا گفتم برای همین این موقعیت رو به من میدن که اون چیزی که من دوست دارم انجام بشه و من به عنوان کارگردان این برنامه رو کارگردانی خواهم کرد. در مورد کار خوب صحبت کردیم، بریم سراغ کنسرت گذارای خوب و کنسرت بزرگ داریوش که برای سپتامبر 10 بله با آقای فرامرز اصلانی. میدونم که تا الان حتما بیشترتون تیکتاتون رو گرفتید. سوال کرده بودین که تیکت‌ها رو از کجا باید بگیریم. مسلماً مراکز ایرانی هست و همینطور تیکت مستر میتونیم بلیط‌ها رو بگیرید. نمیدونم الان بلیط دیگه هست یا هست، ولی از یه طرف دیگه چیز نباشین، هی وسواس نداشته باشید. مهم بودن در این سالونه، واقعیت میگم اینو، این برنامه برنامه معمولی نیستش، یه کنسرت عادی نیست که شما بگید خب میریم یه کنسرت عادی رو یه بار دیگه نگاه میکنیم. به هیچ عنوان اینطور نیست. دیدن داریوش همیشه جذابه، دیدن فرامرز اصلانی همیشه جذابه، اما این داریوش و فرامرز اصلانی دو نفر یا دو تا آرتیست جدا از هم نیستن. این یه برنامه است، یه سیستمه، یه زنجیری که به هم دیگه وصل شده و بسیار زیباست. اونایی که خیلی وقتا ازش که ما حسرت می‌خوریم که کاشکی ما بودیم، کاشکی ما در شب بهروز وثوقی بودیم، شبی که الان دو تا از اشخاصی که به بهروز این جایزه رو هدیه رو بهش دادن، این گلدن روز یا این روز طلا دادن، دیگه در میان ما نیستن. آقای رضا بدیری که متاسفانه هفته گذشته از دست دادیم و بیژن عزیز که چندین ماه پیش از دست دادیم. ولی ببینید خیلی ها تأثیر میکنن و متاسف هستی که ای کاش ما اون شب اونجا بودیم، ای کاش وقتی ویدیوها رو دیدن، وقتی اون اجراها رو دیدن میگن ای کاش که ما اونجا بودیم. این هم جزء همون شب هست. این من به تو پیشنهاد میکنم که برنامه ریزیتون رو بکنید برای 10 سپتامبر و حتما در سالن باشید. حتما بیاد و به این نیم ساعت قبل از برنامه در سالن باشید، خواهش میکنم. آره و 8 شب باید اونجا باشید. یعنی اصلا برنامه رو داریوش شروع میکنه، باید نیم بگیم چرا ما نمیدونستیم، 10 شب نیستش، دست خانم یا دوست دخترتون رو بگیرید یا نامزدتون رو بگیرید برید، حالا قبلن بریم با هم دیگه یه استیکی بخوریم، همه کار میخوایم بخوریم، باید 6 بعد از ظهر بخوریم. اگر هم میخوایم بریم غذا بخوریم یا چیزی، یا بزنیم بعد از اونجا. اگر هم با هات داگ و غذاهای ریلکس راحتی
تو همون گیبسون فیتیتر هستش. به هر صورت دو تا کار ازتون خواهش بکنم انجام بدید. یک، سر وقت اونجا باشید. دو، اگر کنسرت میاید و حتما هم میاید، مشروب در گیبسون نخورید و رانندگی کنید به هیچ عنوان. چرا؟ به خاطر اینکه بیرون اینا در گیبسون امفی‌تئاتر بیرونش در خیابون ونچورا پست شب میذارن. بله کنسرت هست، حواسشون بیشتره، همه را میگم شنبه ها، یک شنبه ها، جمعه ها، هر وقت هستش اینا پست شب میذارن. رانندگی نکنید اگر دارید مشروب میخورید در اون شب. و اینا من میتونم بگم، نمیتونم بگم نخورید اصلا، ولی درایو نکنید، رانندگی نکنید. به هر صورت اینم هست. و اگه تا الان تیکت نگرفتید بشتابید، تیکت بگیرید که بدون تیکت نمونید. توجه به این داشته باشید که ماه رمضان تمام میشه. یکی از اهمیت مهمش اینه که داریوش در این ماه هیچ برنامه اجرا نمی‌کنه و برنامه گذارا هم استیج وان بسیار گروه حرفه‌ای هستن. جری خاچاتوریان با همکارانش همشون گروه بسیار بسیار حرفه‌ای هستن. و از اون طرف پاکت ایس اصلان حافظی، آدم بسیار پانکچوال، کارش رو بلده، نشون داده که این تور رو چقدر خوب منیج کرده و به جلو برده. و این آخرین دیدار در جنوب کالیفرنیا خواهد بود، برای همین حتما حتما این برنامه رو برید و حمایت کنید. بیاید چون ما میتونستیم. آره نرید، بیاید. نرید. ما اونجا هستیم. انشالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوش گذشت. خیلی خوش گذشت. خدا قسم. 17 سپتامبر هم که با هم میریم شکیلا. بله خانم شکیلا. 17 سپتامبر هم میریم با هم دیگه شکیلا. اونم که لاس وگاس هستید، برید امرو دیاب و آرش هم ببینید. خیلی خوش میگذره. والا به خدا. خدا نگهدار. بای بای.